سلام درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدم به محله جردن، یکی از محله‌های محبوب میون ساکنین پولدار و برج‌نشین تهران، و قرار دوری بزنیم با هم توی این محله لوکس و گرون قیمت تهران و تماشای عکس مهسا امینی روی جلد مجله با تیتر تولد یک رویا. با من همراه باشید دوستان و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. محله جردن تهران محله محبوب میون ساکنین تهرانه و یکی از منطقه گرون قیمت شمال تهران و به اصطلاح بالا شهر محسوب میشه. اسم جردن تو دوره پهلوی به افتخار دکتر ساموئل مارتین جردن، بنیانگذار دبیرستان البرز و مدرسه آمریکایی دخترانه تهران گذاشته شد. دکتر جردن تا سال 1319، یعنی حدود 83 سال پیش، ریاست مدرسه را به عهده داشت و پس از اون به آمریکا بازگشت. ایشون در ایران از سال 1279 تا سال 1319، یعنی 40 سال مشغول شغل معلمی بودن و امروز هم سال روز معلم توی ایران هستش. درسته که بعد انقلاب جردن به خیابون و محله آفریقا و بعدش بعد از مرگ نلسون ماندلا توی سال 1393 به اسم ایشون تغییر نام پیدا کرد، اما همچنان خیلی ها به همون اسم قدیمی جردن میشناسن. محله جردن از قدیم خیلی جای با کلاسی بوده و افراد مشهوری مثل زنده‌یاد هایده توی بلوار فرح که الان شده آرش غربی و همطور پوران و خانم گوگوش توی خیابان ناهید سکونت داشتن تو زمان شاه. اومدم داخل روزنامه فروشی آب بخرم، دیدم عکس خانم مهسا امینی رو روی چند تا از مجله ها زدم با تیتر تولد یک رویا. گفتم که شما دوستان هم ببینید. این محله که به برج‌های لوکس و لاکچری‌هاش معروفه و از مناطق مدرن و لوکس شمال تهران به حساب میاد، یکی از گرون قیمت‌ترین محله‌های تهران برای خرید و فروش آپارتمان محسوب میشه و از این رو بین برج‌نشینا و افرادی که به اصطلاح دستشون به درنشون میرسه محبوبیت خاصی داره. دوری بزنیم توی این خیابون که الان دیگه اکثرا تبدیل به برج‌های بلند و سر به فلک کشیده تجاری شده.
محله فوق لاکچری با معماری منحصر به فرد که حسابی کرایه خونه‌هاش بالاست و برای خریدن باید سرمایه بسیار زیادی داشته باشی و حتی برای کسی که میخواد توی این منطقه اجارنشین باشه باید پول حسابی داشته باشه، چون که قیمت هر متر آپارتمان برای خرید کردن حدود 200 الی 300 میلیونه، یعنی حدود 4000 الی 6000 دلار تنها برای یک متر آپارتمان. یعنی برای خرید یک آپارتمان 100 متری به طور میانگین باید حدود 500000 دلار پول بدی. در مورد اجاره آپارتمان هم باید بگم که برای همین آپارتمان 70 متری که اینجا زده اگه حدود 500 میلیون یا 10000 دلار پول پیش بدی باید ماهی هم حدود 20 میلیون اجاره بدی، یعنی حدود 400 دلار، که واقعا از این جهت لاکچریه، چون که هر کسی نمیتونه از پس این اجاره خونه بر بیاد و باید برای اجاره آپارتمان توی جردن سرمایه خیلی زیادی داشته باشی و از پس کرایه های نجومی بر بیایی. می‌بینید اکثر کوچه هام که اسمشون عوض شده و اکثرا اولشون به اسم گل هستش. خیابون جردن چند تا پارک داره، از جمله پارک سبا و پارک خشایار. بریم یه دور کوچیک داخلش بزنیم. اما اینم باید بگم که این خیابون همیشه خدا پر ماشینه و ترافیک و فقدان جای پارک، اما به خاطر دسترسی خیلی خوبی که به شمال تهران مدرس و جنوب تهران همت و همینطور به ولیعصر داره، حسابی مرکز اداره های خصوصی و دم دست تهران شده. دوری بزنیم توی این خیابون که الان دیگه اکثرا تبدیل به برج های بلند و سر به فلک کشیده تجاری شده.
امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. با امید دیدار.